و ما بینندگان عزیز، اول ماه می روز جهانی کارگر بود که یادگار قیام کارگران شیکاگو در سال 1886 برای بهبودی شرایط کاریشون و کاهش کار روزانه از 10 ساعت به 8 ساعت بود. در این روز کارگران دست به تجمع، تظاهرات و اعتصاب غذا زدند که با حمله نیروهای پلیس بسیاری مجروح و کشته شدند. دولت مسبب این قیام رو 8 کارگر آلمانی دانست که 5 نفرشون از کارگران مهاجر آلمانی و یکیشون هم آلمانی تبعی آمریکا بود. در این رابطه حزب نازی آلمان این روز رو تعطیل عمومی اعلام کرد. برای بزرگداشت این روز در آلمان، منوچهر آبرونتن گزارشی تهیه کرده که با هم نگاهی به این گزارش خواهیم داشت. ۱۲۴ سال از روزی که کارگران شیکاگو برای به دست آوردن حقوق صنفی خود اعدام شدن می‌گذرد. اکثر کشورهای دنیا به استثنای هلند، کانادا، آمریکا و چند کشور کوچک دیگر روز اول می، روز کار و کارگر، مراسم مختلفی را برگزار می‌کنند. بزرگداشت چنین روزی و اشکال مختلفی در آلمان جشن گرفته می شود، اما همیشه نه به صورت صلح‌آمیز آن. برلین و هامبورگ از شهرهایی هستند که هر ساله شاهد بزرگترین درگیری‌های پلیس با برخی از گروه‌های سیاسی می باشند. در حالی که در برخی از شهرهای آلمان احزاب سیاسی و مردم عادی به دامن طبیعت می روند و این روز را جشن می گیرند. اول مهمه چی است؟ که دیشب تو برلین 8000 پلیس در حال آماده باش باشن تا تظاهرات دست راستی های افراطی رو کنترل کنن؟ نه. اینجا در حالی که ما در میان زیبایی های طبیعت در فضای صلح‌آمیز اول مهمه رو جشن میگیریم بدون درگیری های سیاسی. اول می روز کارگره که در سال 1919 با تأسیس جمهوری وایمار برای اولین بار شناخته شد. دلیل اون شرایط سخت کارگری بود که هفته‌ای 60 تا 70 ساعت می‌باید کار می‌کردن و اونم با حداقل دستمزد. شرایط کار به گونه‌ای بود که امروز ما هیچ تصوری از اون نمی‌تونیم داشته باشیم. تظاهرات کارگری در اون زمان به گونه ای شدید شده بود که در سال 1920 جمهوری وایمار این روز رو نه تنها به رسمیت نشناخت، بلکه حتی اول ماه می رو هم تعطیل نکرد. تا سال 1933 که با روی کار آمدن نازیسم اول ماه می دوباره روز کار شناخته شد و به اون رسمیت داد و تعطیل هم شد. اول ماه می همچنین روز مبارزه کارگران هم نامیده میشه تا برای دستیابی به بهتر شدن شرایط کار و زندگیشون مبارزه بکنن. امروز اول ماه می بیشتر حالت جشن و سرور داره تا اینکه شکل مبارزاتی داشته باشه. اونچه رو که من به یاد میارم در جمهوری دموکراتیک آلمان، یعنی همون آلمان شرقی سابق هست. پدرم میبایست از تظاهرات کارگری که دولت برنامه‌ریزی کرده بود شرکت کنه. پرچم‌های سرخی در دستشون داشتن و شعارهای کارگری میدادن. خب ما هم بچه بودیم و خوشحال از اینکه پدرمون از مقابل ما رژه میره. بعدم پدرم به من گفت اینکه افتخار نیست، خوشحالی نداره، فقط یک وظیفه اجباری خبیثی است که باید انجامش بدم. اول ماه می از اون مراسمی هستش که از سالها پیش از لذت‌های کارگری شکل گرفته. اما امروز ما در میان طبیعت با دوستان و آشنایان و همکارامون به سر میبریم و جشن میگیریم. من الان 42 سال دارم و به یاد میارم اولین تجربه اول ماه می خودم رو که کوچیک بودم و با پسران همسن و سالم سوار گاری چوبی می شدیم و توی چمن و سبزه حال می کرد. اما امروز در رودنباخ در بیش از 8 مکان جشن‌های متفاوتی برگزار می شه
و مردم فضایی رو در سراسر این روستا خلق میکنند که دوستان و آشنایان همدیگر رو ملاقات کرده تا ساعت خوبی رو در کنار هم داشته باشن و به اونها حس تازه‌ای هم داده میشه تا بازنگاهی به محیط زندگی و همسایگانشون داشته باشن. اما بعد از فرانکفورت به لندن میریم و همراه میشیم با همکارمون مدیا مصور که گزارش رو تهیه کرده از برگزاری روز جهانی کارگر که توسط ایرانیان مقیم لندن بوده به منظور حمایت از کارگران زندانی سیاسی و حمایت از جنبش سبز ایران. با هم میبینیم. اولین روز از ماه می با عنوان روز جهانی کارگر نامگذاری شده و به همین مناسبت هم در اغلب کشورهای جهان در چنین روزی مراسم مختلفی برگزار میشه. امسال در لندن هم به همین مناسبت راهپیمایی ترتیب داده شده بود که از ساعت 1 آغاز شد و ساعت 4 در میدان ترافلگار اسکوئر به پایان رسید. در میان جمع راهپیمایی کنندگان گروهی ایرانی با نمادهای سبز و عکسای از منصور اوسانلو توجه همو جلب کردند. میخوام برم و ازشون سوال کنم چرا در این راهپیمایی شرکت کردن و هدفشون چی بوده؟ امروز اول می روز جهانی کارگره و ما بچه های جنبش سبز لندن به ترافل اسکوئر اومدیم برای پشتیبانی از مردم کارگر و زحمت کشون، به خصوص معلمان عزیز، دفاع کنیم از حقشون و بتونیم صدای اونها باشیم در اروپا و در لندن. حمایت از کارگران زندانی و بقیه زندانیای سیاسی هم یکی دیگه از دلایلیه که برخی از ایرانیان رو به این راهپیمایی کشونده. امروز اول می لندن ما جمع شدیم و در این راهپیمایی شرکت کردیم تا حمایت خودمون رو از کارگران زحمتکش ایران زمین به گوش همه دنیا برسونیم. ما زندانی شدن منصور اوسانلو و تمام زندانیان سیاسی رو محکوم می‌کنیم. اول می در لندن در حالی به پایان رسید که پلیس بریتانیا به شدت سعی داشت امنیت شرکت کنندگان رو حفظ کنه و روزی همراه با شادی و آرامش برای اونها به ارمغان بیاره، و این در حالیه که خبرهای رسیده از ایران حکایت از درگیری بین نیروهای انتظامی و مردم تظاهر کننده داره. مدیا مصور، وین تیوی، لندن.